طب این همکاری توسعه پیدا خواهد کرد. قرار شده در این گفتگوها جمهوری اسلامی کارخانه ساخت پهپاد رو هم در بلاروس به وجود بیاره، بنابراین این راه رو باز میکنه برای همکاری‌های بیشتر، دادن مهماتی که جمهوری اسلامی یا نمیتواند مستقیما و یا نمیخواهد مستقیما به روسیه بده، از طریق بلاروس میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین این همکاری تبعات بسیار بسیار وخیمی خواهد داشت برای صلح و امنیت منطقه و به تبع برای ایران، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این پهپادها رو به روسیه میده بدون اینکه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد فروش اونها، قیمت اینها، پولی که به دست میاره یا نمیاره و همینطور همکاری های دیگری که با روسیه در این زمینه داره، و به تبع با گسترش این همکاری ها به بلاروس فشارها بر ملت ایران، بر اقتصاد ایران بیشتر خواهند بود. ضمن اینکه از یاد نبریم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دخالت ها در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه رو. بله، کوتاه برای ما بگید آقای حسن یاری که الان این گسترش نفوذ نظامی ایران در اروپای شرقی میتونه برای کشورهای غربی اروپا نگران کننده باشه و احتمالاً واکنش اتحادیه اروپا رو در پی داشته باشه. ممکن است که اتحادیه اروپا مثل سابق یک سری تحریم‌های بیخاصیت رو بر علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع بکنه، منتها تأثیری که داره تأثیر روانی است، تأثیری است که به تبع نشان میدهد که این مثلث فعال کارهاش انجام میده، به خصوص توسعه پهپادها و ایجاد یک کارخانه پهپادسازی توسط جمهوری اسلامی در بلاروس. این به طور قطع همسایگان عضو ناتوی این کشور رو نگران خواهد کرد و بر نگرانی ها خواهد است.